رهيب رهيب. ها اگه منو دوست داره سیبم و عذاب بکر. ببین گلی، من از مراد هیچی نمیخوام جز تو. میخوام برم مرد و مردونه وایسم تو روش بگم آقا مراد، من نه پول گلی رو میخوام نه ارث گلی رو میخوام، من فقط خودشو میخوام. اون که باور نمیکنه ساده، اگه بفهمه میکشد. میکشه؟ من از چی میترسونی؟ من عاشقم. عاشقم یعنی خر. حاضرم به خاطر سرم من بدم. فکر میکنی برای چی بابات رفیق شدم؟ اون بابام نیست. خب حالا هرچی، الان مراد منو دوست داره، شدم دست راستش. برای چی؟ برای که هرچی میگه میگم چشم آقا شما درست میگی. همین امروز به من میگفت مثل پسرش منو دوست داره. اگه اینقدر مطمئنی پس بخواست کاری. بذار اول ازش اجازه بگیریم بعد، ها؟ نه، باید یه دفعه بیای، باید رسما بیای خواستگاری تا همه بفهمن و اسمت روم بمونه. اون موقع مرادم نمیتونه کاری بکنه. چاره کار خواستگاریه رحیم. کجا گلی؟ تو مرد این کار نیستی. گلی، من هستم گلی. من خرتر از اینی هم که تو فکرشو میکنی.
آقا خیلی ممنون، زحمت کشید. خدا حافظ شما. سلامت. اونو یواش ببرید. اونو یواش ببرید. چی که اصلا پس بالاخره نامه‌نگاریامون نتیجه داد. انشالله. سلام علیکم. سلام آقای ابراهیمیان هستم. منم مراد تالشی هستم. بله. توی این روستا هر عوامری داشته باشین در خدمت. خیلی ممنون، شما لطف دارید. قربان شما. من فقط اومدم عرض ادبی کرده باشم. انشالله که بازم ببینمتون. حیف که کار دارم باید سم ببرم مزرعه مشیقو. انشالله میبینمتون. انشالله. خدا حافظ شما. قربان شما. قربان شما. حالا این ماجرای کارتون سبک و سنگین چی بود؟ هر کی خواست حرف بزنه اول خودشو معرفی میکنه. آقا اجازه، من راحله علیزاده هستم. اینا خیال میکنن هر کی کارتون بزرگر بگیره نمره بیشتری بهش میدین. بگیم ببینم چند مدت معلم ندارین؟ آقای عزه، من عظیم فشارکی هستم. تو همونی که اون کارتون بزرگر برداشته بودی؟ آره؟ بله. ساکت. خب حرفتو بزن عظیم جان. آقا اجازه، 5 ماهی که معلم نداریم. اون موقع هم که داشتیم اصلا حوصله نداشت بیاد درس بده، اصلا معلمی رو دوست نداشت. میگفت از صبح تا شب با شما کله بوکا سر کله بزنم، آخرش هم چند دقیقه از حقوق بزنم کف دستم. آقا اجازه، چند دقیقه چند دقیقه هسته؟ چند دقیقه یعنی پول کم، نه پول قاز. حالا این آقا معلم شما کجا رفته که پول بیشتری در بیاره؟ آقا اصلا معلمی گذاشته کنار. بابامون گفت که رفت کنار دریا با بردش بونگو زده. اسم پدر شما چیه؟ اجازه آقا، آقا مراد تالشی. منم سلیم تالشی هستم. احمودی سلام. سلام آقا مدیر. سلام آخ مدیر، پسرم تیموره. تیمور مرسه رو خیلی دوست داره، عاشق مرسه. مدیر قبلی راش نداد، گفت دیوانه. شما اجازه میدین کلاس شما بشینه؟ صبح تا شب رو میره کتاب میخونه. چیزی هم یاد گرفته؟ ای آخ مدیر، من همه بلدم. بابا آبداد، بابا نانداد، اینا همه رو بلدم. خوب گفتم آخ مدیر؟ آره خیلی خوب گفتی. ییپ. بچه ها، من امیر ابراهیمیان هستم. آرزو داشتم معلم بشم که شدم، اما نه معلمه یه مدرسه کثیف. بچه رنگو سر کلتو نریزین. یپ. دستو نبوده ببین اینجا شما چیست.
دست درد نکنه آقا معلم که اینو درستش کردی. اون دو سه معلم قبلی ها با همون تخته شکسته ها کار میکردن. خب بالاخره تموم شد. خب تموم شد ماشه. خوب راحت باش آقا مدیر. شما خوب دکتری میدونی نه؟ اینجوریه دیگه. خدا خیرت بده بابا، دستت سبکه برعکس آن رجب پدر بیامرز. آخه اصلا حالیم نشد کی سوزن زدی. دستت درد نکنه. خواهش میکنم. اختیار داری. میگم آقا مدیر شام تشریف داشته باشین. نه باید برم مدرسه، خیلی کار داره. بابا آقا مراد قرار چوب بیاره برای نیمکتای مدرسه. آدم نمیدونه چی بگه والا. این آقا مراد یه روز دلش برم میاد و کار خیر انجام میده، یه روزم سم و بز رو دو برابر قیمت نسیه میده. مگه شما بز دولتی نمیگینی؟ نه والا، اونا پولشون رو نقد میخوان. کشاورزم موقع کشت دیگه پول نقد نداره که، دست به دابان امثال مراد میشن که اونم بذر مرغوبی نیست. محصول ما رو نگاه کن، همشون مریضه. خب فعلا با عزتون. خدا حافظ. خوش اومدی آقا مدی. سلام علیکم. سلام. سلام آقای ابراهیمیان. سلام. حال شما خوبه؟ قربان شما. کمک چه میخوای؟ خیلی ممنون. تا الان هم خیلی زحمتتون دادم. خدا حافظ. خدا حافظ. خیلی خوب. حالا این دختره ای که میگی کی هست؟ با اجازه شما گلی. گلی دختر مراد؟ خب آره دیگه. آخر آقای خدا جان مردم ای خدا. گناه گلی چیه که مراد رفته مادرشو گرفته؟ آخه پسر نادون، مراد از اموال دختره چشم میبوشه که دختره رو بده به تو؟ لا 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 لا. مگه ندیدی با مردم چی کار میکنه؟ این سلفخر خون مردم کرده تو شیشه. الاغ اگر من سرپا بودم یه حرفی، حالا که من اینجا افتادم تو رو آواره میکنه بابا. نمیکنه بابا جان، نمیکنه. من و گلی فکرامونو کردیم، اگه جلو چش مردم بریم خواستگاری اسمم رو گلی میمونه. بابا حالا شما آروم باش. اگه گلی رو برام نگیرین من از این خونه میرم. میگم بابا خیلی وقت این دختره رو میخواد یا کار همین یکی دو روزه است؟ خیلی وقته بابا، میترسم این پسره کار دست خودش بده.
سلام علیکم. بفرمایید. دست درد نکنه. من معلم جدید روستام. 15 تا هم شاگرد دارم. خیلی جاها معلم بودم. شرق، غرب، جنوب. یادش بخیر جنوب. این مزار سیده نه؟ همون جنگلبانه که همه تو ده ازش حرف میزنن. خدا بیامرزتش. گندم تر بکشیه نم نرمی خوشه، خودش گل است ما یارم به نفشه بردی برو. لایی به نفشه با هم بجوشه، خدا میانی ما خله بکشه تی بلاره. انشالله رحیم رو به غلامی خودتون قبول کنین. اختیار دختر دست پدرشه. الحمدلله سایه آق مرادم که بالا سرش هست. هرچی ایشون بگن. چی شد؟ سیه چی نگو ببینم. رحیم با این کارش ما رو غافلگیر کرد. یعنی اختیار بی اختیار. باریکالا. خوب قاپ ما رو دزدیدی. یواش یواش با نقشه اومدی جلو. آفرین. مبارکه. گلی تو برو چای رو بریز. مبارک باشه ایشالله. تا هم دارم غلام تماق مراد. یه حرفی هم شما بزن ستاره خانم. انشالله که به پایم پیر بشن. بفرمایین. خوش آمدین. نوکرتم. قربانت. سلام. خوش آمدین. خیلی ممنون در حق گلی پدری کردی. سلام. سلام آقا مراد. رحیم خونه است؟ رحیم؟ به اروا خاک پدرم، اگه دیشب حرفی نزدم فقط به خاطر تو بود. شما همیشه به بابام محبت داشتید. خدا بیامرزه سیدو. بعد از اینکه بابات زمین گیر شد همیشه نگران این بودم که حالا چی به سر زندگیتون میاد. کی میتونه این خون و زندگی رو جمع و جور کنه؟ رحیم که تو کار خودش هم مونده. راستش
مدت ها بود که بهت میخواستم بگم من. سلام آقا مراد، خیر باشه. سلام، خیره ایشالله. یه چیزایی نظریه هست که باید ببریم امامزاده. من غلامتم هستم، بفرمایید. بچه ها بیاین، حمید، راحله بیاین. ببینیم بچه ها، من دلم میخواد شما لذت دونستن رو بچشین، نه اینکه زورکی درس بخونیم. بیاین. اولین گام برای دونستن چی بود؟ سوال. آفرین، سوال. خب اولین سوال، شما به این اینجا چی میگین؟ زرزم. زرزم. آقا مدیر این خوبه؟ آره تیمور جان اونم خوبه. صبر کن. ها اول باید ازش عذرخواهی کنی. ایول. برای چی آقا؟ برای چی آقا؟ برای اینکه خب ما هم یه روزی میمیریم. یعنی چی آقا؟ یعنی چی آقا مدیر؟ ببینین حیوانا این گیاها رو میخورن، ما هم حیوانا رو میخوریم. بعد از اینکه مردیم ما رو خاک میکنن، اون وقت ما میشیم غذای این گیاها. برای اینه که هر خاکی بویی میده. به این میگن چرخه طبیعت. آقا یه پروانه، یه حشره دیگه. صبر کنید این زنده است، با زنده ها کاری نداشته باشید. صبر کنید هنوز کلاستون تموم نشده. بایستی غلط کردم آقا مراد، ببخشید. ببخشی؟ حالا که کار خودتو کردی میگی ببخش؟ اصلا هرچی شما بگی، من حرفم پس میگیرم. حرفتو پس میگیری؟ حرفتو پس بگیری که فردا مردم ده بگه مراد نذاشت دختر یتیم شوهر کنه؟ مردم ده برای نسبت شما غلط میکنن. حالا که همه فهمیدن چرا از اولش هیچ چیزی نگفتی؟ به خدا من منظوری نداشتم. باور کنین شما میگی من چیکار کنم؟ چه خاکی تو سرم بریزم؟ میخوام بذارم از این ده برم؟ میخوام بذارم خودم بکشم؟ این شد یه حرفی. خودم بکشم؟ صبر کن رحیم. رحیم وایسا. منظورم این بود که گفتی حالا باید چی کار بکنم. آه باشه چشم، هرچی شما بگی من انجام میدم. باریکالله پسرم، من اهل معاملم. شما بنویس، من قول میدم که انگوش میزنم. بای که منو خوب میشناسی. برای عروسی تو اوگلی دو تا شرط دارم. شرط اول این که قبل از عقد سهم ارث بابا تو بگیری. بری چشم، اصلا همه اون باغ زمین پیشکش شما. من که نمیخوام حق تو بخورم، میخرم.
هم باغ هم زمینو. باشه چشم، قول میدم. اون وقت شرط دوم چی آقا مراد؟ صورت در گرفت و اما شرط دوم میمونه برای بعد از انجام شرط اول. نگران نباش، خیره ایشالله. سلام علیکم. سلام. سلام آقای ابراهیمیان، قبول باشه. سلامت باشید. کمک نمیخواین؟ نه خیلی ممنون. خداحافظ شما. به سلامت. نکنه این حرفای ما رو شنیده باشه. فکر نمیکنم. خالی کن اینا رو. آقا مدیر این چیه؟ اون رودشه. روده واقعی؟ نه، روده گلی. آه، روده گلیه. بعد آقا مدیر این تو دستتونه چیه؟ اون قلبه. بهش دلم میگن. دل گلی؟ آره، مال بعضی ها گلیه. حالا اینو میذاریم اینجا خشک بشه تا بعد بذاریمش سر جاش. اینم از جای قلبش. آقا مدیر، منم اینجوری دست بزنم؟ اگه خراب کاری نمی کنی دست بزن. ایول آقا مدیر. سعید دیوونه. سلام آقا مدیر. سلام. بابام گفت قلم کاغذتون رو بردارین بیان سر زمینمون. تو برو، من دستمو بشورم بیام. چشم آقا مدیر. تیمور دلشو نشکنی تا من بیام. باش آقا مدیر. محصول این زمین بین این دوتا برادر تقسیم میشه. رحیم تا رسیدن سعید به سن قانونی سهمشو نگه میداره. البته اون خونه هم مال سعیده. رحیم از محصول سهم سعید برای خودش یه خونه بساز. زمین هم حق ندارن قطعش بکنن. خب باغو چیکارش کنیم بابا؟ باغ سهم ستاره است. به مادرش ارث رسیده. گفته برادراش هیچ حق ندارن و والسلام. انشالله 100 سال سایتون بالا سر بچه هاتون باشه. صلوات. اللهم صل على محمد. مبارکش باشه. بزرگترین و بهترین باغ ده. منظرش هم عالیه. عوضش زمین ما محصولش خیلی خوبه. قشنگی که پول نمیشه. میشه. خوبم میشه. ارزش این باغ چند برابر زمین میشه. آقا مراد، خب میگی چیکار کنم؟ ما این حساب ممکنه برای ستاره خواستگار بیاد. بهتره مراقب باشی کسی پا پیش نذاره. خب بعد چی؟ بعدش یه خورده به هم فرصت بده فکرامو بکنم.
دست درد نکنه بابا. سر شما درد. بفرمایید. ممنون. بفرمایید. شما چرا؟ ما باید از شما پذیرایی کنیم. خواهش میکنم. این حرفا چیه؟ آقا مدیر خودش اینجا صابخونه است. لطف داریم. انشالله همیشه سلامتی باشه. زحمت کشیدی. اختیار دادیم. شما چرا زحمت کشیدی آقا مراد؟ دست درد نکنه. وظیفه‌مونه. شما بزرگ مایی. لطف داری. سلام آبجی. سلام. آبجی آقا مدیر اومد؟ آره خدا عمرش بده. خیلی بهش زحمت دادیم. باید یه چیزی پیشکش بهش بدیم. آره مثل رایلینا. چطور؟ بابای رایلا پاش درد میکرد بردش بهداری. آمپول بهش دادن. آمپولای اونم میزنه. اونم دو تا مرغ براش آوردن. آجی گوشنمه. ستاره؟ بابا ستاره. برو تو آشپزخونه نون و ماست هست. بله بابا. شام آقا مدیر مهمون ماست. قدمشون رو چشم. نه بابا من مزاحمتون نمیشم. ای بابا نمگیر نمیشی قربونت برم. گفتم شام درست کنه. پس فعلا با عزتون. ما منتظرتیم. چشم. به سلامت. به سلامت. منو یاد سید خدا بیامرز میندازه. خوب کاری کردی لباس سیاه تو در آوردی. هنوز خیلی زوده که با زندگی قهر کنی. درش نیاوردم شستنش. تا خوش بشه اینو پوشیدم. میخواستم بهت بگم که به بابات بگی انقدر به این غریبه ها اعتماد نکنه. این معلمه معلوم نیست چجور آدمیه. شما هم یه غریبه بودین اومدین اینجا.
سلام آقا مدیر. سلام. سلام. خسته نباشی. ممنون. کمک نمیخوای؟ نه دست شما درد نکنه. شنیدم امروز پسر مشخیرالله خورده زمین. آره بردمش بهداری. الحمدلله طوری نشده، به خیر گذشت. انشالله که خیره. انشالله. خداحافظ. نبستم به کس دل، نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج، رها 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 من. نشانه ها نهفته نشانه ها نهفتم در آسمان ابری، دلم گرفته ی جون. از شما درد نکنم. منم مثل تو یه غریبم. 13-14 ساله که این مردم رو میشناسم. هر کاری که واسه شون بکنی بازم یه غریبه ای. این مردم دو تا خصلت دارن. یکی این که واسه خاطر سنر سش پشت و پا به همه چیز میزنن. دوم این که خیلی غیرتی هستن. چایتون رو بخورین سرد نشه. ظاهرن سرشون به کارشونه. ولی همه چی رو میبینن. اگه برای گفتن این حرف اومدین همه رو شنیدم. نه حقیقتش سلیم توی درساش یه مقدار ضعیفه، میخواستم باهاش خصوصی کار بکنیم. اگه قبول کنی ممنونت میشم. به سلامت. بله.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. من مطمئنم که همه حرفای ما رو شنیده. اگه شنیده باشه که من بیچارم آقا مراد. اگه بابام بفهمه سر زمین با شما چه معامله‌ای کردم، از ارث محرومم میکنه. هر طور شده باید صداشو ببریم. بچه شدی؟ از شرش خلاص شدن که کاری نداره. خب چطوری؟ عجله نکن. یواش یواش. سلام. سلام علیکم. آقا مراد، کی بیام بذرمو بگیرم؟ امسالم زحمت شغل با شماست. باشه آقا جون. خدا عمرتون بده. به سلام. من مطمئنم که خودش یه بهونه دستمون میده. صبر کن. خواهشو اگه گیدیمش درازتر کنه، بهش حالی میکنم که بزرگ این دکیه. واسه من خود شیر نمی کنم. محمد، نظر تو چی آقا یوسف؟ مشیقو، من میگم چرا این کارها تو آبادی های دیگه میشه اما تو دهمان نمیشه؟ اصلا چرا همه دهات ها شورا دارن ما نداریم؟ الان عرض میکنم خدمتتون، برای اینکه عده‌ای تو این ده مخالفن که ما روستایی دور هم جمع بشیم. همین صندوق قرض الحسنه برای تشکیل شدن این دارن دبه در میارن والا. یوسف، مگه ما مجبوریم پولمون از تو جیبمون در بیاریم بذاریم تو صندوق؟ پولمون که تو جیبمون باشه خیلی بهتره. بهتره نه، امتره. با یه حساب سرانگشتی هر کدوم از این آدم ها که یه مبلغی بریزن تو صندوق کلی پول میشه. این پول قراره پیش کی باشه؟ از کجا معلوم جای دیگه خرج نشه؟ این کار یه آدم بانکیه. کی باید قرض بگیره؟ کی باید قرض بده؟ علکی که نیست. برادرا، من میگم حالا که آقای ابراهیمیان هم قبول کرده حسابدارمون بشه، دیگه موقع بی پولی لازم نیست دستمون رو پیش هر کس و ناکس دراز کنیم. هر کی هر چی میخواد بگه بگه. من که نیستم. آقا مراد، ولی خیلی خوب میشه. اصلا هم اینجورا نیست. این معلمه کار خودش هم نمیتونه بکنه. وگرنه بچه مشغله اونجوری نمیشد. حالا که زمین ما رو شخ میزنی؟ من زمین تو رو زمین هیچ کس دیگه شخ نمیزنم. به هیچ کس هم بذر نمیدم. تا زمانی که بچه ها پاشون رو تو اون مدرسه نذارن. اون مدرسه دیگه امنیت نداره. من تا موقعی که تو این روستا هستم هر کاری از دستم بر بیاد در خدمتم. خدا خیرت بده. حالا هر که موافقه صلوات بفرسته. نان. آقا اجازه، منم دزدکی اومدم تو مدرسه. اگر رحیم بفهمه منو میکشه. آقا اجازه، منم خواستم با زهرا بیام مدرسه اما اونم باباش نذاشت. دارن این کارا رو میکنن که اداره مدرسه رو تعطیل کنه. پاشیم بیاین. آقای مدیر، بچه منو کجا میبرین؟ برو ببینم. آقا بیاد خونه منو دعوا میکنه، منو میکشه. تو رو هر کی اعتراض داره بیاد مدرسه. بریم بچه‌ها، بریم. حسین کجا میری؟ من مدرسه. حسین بابا میاد دعوا میکنه. حسین مگه نمیای آقا مدیر اومد دنبالم؟ به باباش بگو معلم با زور بردش. اگه کارش داره بیاد مدرسه. بریم. حسین کجا میری؟ سلیم، چرا نیومدی مدرسه؟ آقا مدیر میدونی؟ سلام آقا مدیر. سلام.
باباش نمیذاره بیاد مدرسه. اتفاقا باباش گفته براش کلاس خصوصی بذارم. بازم اگه حرفی داره بگیم بیاد مدرسه. همینجا برو کمک کن سعید رو بیارش اینجا. لحیا گلی ستاره و سعیده ببرین خونه، منم رحیمو میارم. پاشو دخترم پاشو. نه ما میریم خونه خودمون. چند مدت مرتب عده نامه میاد که معلم چه کرده و چه نکرده. اونجا چه خبره که ابراهیمیان؟ بازم بحث تحوله؟ تحول کی میخوای مثل همه باشی؟ کارتو بکن دیگه. بالا منم دارم کارم انجام میدم، شما گیر میدی. خلاصه از من گفتن رئیس جدید اینجا خیلی آدم خشکیه، نیومده در دو تا مدرسه رو به خاطر کم بودن دانش آموزا بسته، چند بچه هم باقی مونده کنار فرستاده به مدرسه نزدیکترین روستا. حالا بگو چند تا دانش آموز داری؟ به زوری کلاس میشن، همشون اومدن شهر. حالا روز خودت چطوره؟ خوب. طبیعت
هوای باحال، مردم مشتی، مگه میشه آدم بد باشه؟ خوش به حالت، غمی نداری. ما که اینجا پابند شدیم. خدا آدمو پابند چیزی نکنه. خداحافظ شو. خداحافظ. آقا با زنده باشی. خداحافظ شو. خدا نگهدار. تا حالا ندیده بودمش. یه جوری بود. از قدیم هم اینجوری بود. یه دورانی با هم بودیم. اون موقع ها باید میدیدیش. آره، لازم نکرده گوسفندا رو ببری، خودم میبرم. نمیخواد. اگه تا چلوم بابا هم نرفتم سهرا چون دلم نمیومده. صبر کن ببینم، مگه به دلخواه توه؟ از این به بعد مرد این خونه منم. ستاره کاری نکن دستم رود بلند شه ها. رحیم بذار بره. میخوای دلش تو خونه بپوسه؟ بعد فوت آقام خوب نیستیم بره بیرون. آفرین. مرد باید چارچشمی مراقب ناموسش باشه. مردی که غیرت نداشته باشه مرد نیست. اما الان حالش خوب نیست. بذار یه چند وقتی بگذره. ایشالله شادی جای غمو میگیره. تو خانم این خونه ای، تاج سر منی. لیا جان، اگر من این کارو میخوام بکنم به خاطر خودم نیست. از بعد از فوت مشیعقوب همه چشم و امید مردم به منه. این درست نیست که توی این آبادی یه خانواده بی سرپرست بمونم. ستاره هم که غریب نیست، برادرش دامادمونه. تازه اینجوری تو بیشتر به گلی میرسی. منم مراقب سعید هستم. ستاره هم درست نیست تو اون خونه تنها بمونه. خب میاریمش پیش خودمون. بهت قول میدم کنیزی تو بکنه. نیتم خیره. اگه تو بگی نه من دیگه حرفشم نمیزنم. لعیا جان، تو خودت تصمیم تو گرفته بودی. حرف بزنم خودم رو سبک کردم. تا نظر ستاره رو نپرسیدم نمیخوام هیچ کس از اهالی بفهمه. باشه باشه، اصلا همه ای کاراش دست خودت. ببین نظر اون چیه. گلی؟ بله. برو دنبال ستاره، هر جا هست پیداش کن بیارش اینجا. بهش بگو امر خیره. ممنون که بابا رو راضی کردی. خیلی دلم میخواست وقتی که سید رفت
منم باهاش میرفتم. خدا رحمتش کنه. ننه طیبه، یه چیزی توی دلم افتاده مثل اون وقتی که سید بود. ده حال و هوای تازه‌ای پیدا کرده. فقط به تو میتونم بگم خدا فراموشم نکرده. امیدم امیدم نادونه من بر روی زلفه بکرد و شونه بردی برو. اگر دونه میقض کفن و بنه به مثل کور کلاج منچین بدون جان مامان. ستاره جان، عروسیمه، عروسی. مادرم رضایت آقا مراد رو گرفت، میخواد قرار عروسی رو باد بذاره. مبارک باشه. بیا بریم. پیامبران الهی هر یک برای باور امت خود معجزاتی داشتند که جملگی نشانه‌ای بودند در جهت اثبات وجود خدا، مثل حضرت عیسی علیه السلام هنگامی که بر چشمان مرد نابینا دست کشید و چشمانش بینا شد. آقا اجازه، چرا حالا معجزه نمیشه؟ آقا اجازه، یه روزی تراکتور بابامون خود به خود حرکت کرد، اینم یه معجزه است دیگه. ییپ بچه ها، تو زندگی ما هر لحظه داره معجزاتی اتفاق میفته. فقط باید با دقت به اطرافمون نگاه کنیم تا اونا رو ببینیم. مثل چی آقا؟ مثل باز شدن گلا، باریدن برف، به دنیا اومدن خواهرها و برادراتون، یا اصلا همین با سرعت چرخیدن زمین.
سرتون رو بذارین زمین گوش کنین. داره به سرعت میچرخه اما هیچ سر و صدایی نداره. آب رودخونه و دریاهاش هم بیرون نمیریزه. این یعنی معجزه. خب دیگه بچه ها بلند شیم بشینیم، راهل تو ادامه درس بخون. اصلا فکرشو نمی کردم ستاره همچی کاری بکنه. از دختر منش یعقوب بعیده. مطمئنی آقا مراد؟ خودت دیدی؟ آره، همون شبی که رفتم مدرسه تو اتاقش دیدم. خاک سرم شد. هرچه بیشتر بمونه دیگه آبرویی برای مردم روستا نمیذاره. آبرومونو بردی ستاره، آبرومونو بردی ستاره. نباید میذاشتی پاش باشه تو خونتون. حالا مبی نداره، گذشته ها گذشته. باید یه کاری بکنیم که خودش با پای خودش گورشو گم کنه از اینجا بره. ستاره رو ادبش میکنم، بعدم حالا اون مرد کر جا میرم. سلیم بعدش تو بخون. خورشید گفت چه شد که به دریا آمدی؟ او گفت من اول اب بودم، یک روز داشتم با دوستانم بازی میکردم. وایسا، خدا آقا مراد دیده بود همون شبی که رفته بود خونه اون مرد که بگه بیاد به سلیم درس بده. تو خجالت نکشیدی؟ تو شرم نکردی؟ رحیم چی کار داری میکنی آقا؟ رحیم هرچی میکشیم از دست تو میکشیم. از وقتی اومدی همه چی رو ریختی به هم. تو بی غیرت نحسی آوردی. اگه یه بار دیگه با خواهرم حرف بزنی میکشمت. عقل کل، شما الان ناراحتی نمیشه باید حرف زد. فقط اینو بدون، اونی که این گرا رو بهت داده همه واقعیت رو نگفته.
بگیر سرین بگیرش بگیر چاقوره بگیر سرین بگیرش مثل ایمونه که با اون بگوش میکشمه برم کنی تا به این نومد نشون بدم این چی نیست نومد توی خاک بسر میدهی پشت سفر چه چیزایی میگن بیغیرت بهش گفت سرین کی بیغیرته بیغیرت اونایی هن که پشت سفرهاشون نزد که حرف میزنن چه خبرتونه؟ چتونه؟ همش تقصیر سلیم آقا این مال کیه؟ آقا مال ماست این فعلا پیش من میمونه تا تکلیفش رو روشن کنم بریم بشین آقا اگه مال سعیدم بود همینو بهش میگفتین؟ بیا برو بیرون یالا تو هم بیا برو بیرون بچه ها دفتراتون رو باز کنید زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر تا خرابت نکند تهمت بدنامی چند بسته بلند شو ببینم بلند شین بلند شین حیف شما ها نیست سر هر چیزی با هم دیگه دعوا میکنی؟ تقصیر سلیمه نه بابا تقصیر آقا مدیره آه آقا مدیر دیگه شما باید فکر کنین مثل دو تا برادرین سعید جان من تو رو به اندازه سلیمم دوست دارم دیگه نباید دعوا بکنین اونم به خاطر یه آدم غریبه باید پشت به پشت هم بدین و مراقب هم باشین ناموس سعید ناموس سلیم ناموس منه خوشم میاد ازت آدم با غیرتی هستی تو یه مردی آره آقا مراد سعید پسر با غیرتیه خودم تنهایی میرم ورش میدارم چیکار میخوای بکنی سلیم؟ یعنی میخوای قایمکی بری تو اتاق آقا مدیر؟ این کار خیلی بدیه که خایمکی بره تو اتاق آقا مدیر آره سلیم رایل راست میگه کار بدیه اون خنجر بابامه اگه بفهمه ورش داشتم منو میکشه حالا چجوری میخوای بری بیاریش یه جوری میرم بیارمش دیگه فقط کافی برم تو اتاقش اینجوری که نمیشه یه نفری چرا نمیشه وقتی آقا مدیر نیستش میرم باشه پس منم باهات میام اگه تو بری منم همراهت میام نمیتونم بذارم تنها بری لازم نکرده یه کار مردونه است مامانم میگه هر مرد موفقی یه زن پشت سرش بایستاده ایوان زنا رو میبرین منو نمیبرید خیلی خوب باید وقتی که آقا مدیر بیرونه کارمونو شروع کنیم منم تو اتاقکش میگردم اون صبح زودتر از همه برای نماز میره امامزاده شبام دیرتر از همه بابام میگفت تو سر تنها نماز بخونه آخه آقا مدیر میگه خدا اون موقع سرش خلوتتره پس ما میریم امامزاده کشیک میدیم هر وقت اومد بیرون فوراً میایم مدرسه بهت خبر میدیم باش من میام امامزاده پس سرتون وامیستم
پس یه چرا قوه میخوای؟ ییپ بشین دیگه. شما برین جلوی امامزاده کشیک میدین. هر موقع آقا مدیر نمازش تموم شد میایین به من میگین. بریم. 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 ستاره جان اینه برای خونه خودش قابل نداره. دست شما درد نکنه. سر شما درد نکنه. خدا کنه و علیمون تو نباشه. چی شده رعیم؟ مدرسه آتیش گرفته. زنیم 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 اون دوستو. او خطو بیم. از این تو بچه هم Get up! 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 Get up
من. رحیم اون میلو بیار. جا گذاشتم. کارتو بکن. بابا ببین لباسم به این میاد. ایشالله به شادی کنی جان. مبارکت باشه دخترم، خیلی بهت میاد. ایشالله که خوشبخت بشی. ممنون. آقا اجازه هنوزم زمین میچرخه؟ آره